تشدید فشار و سرکوب فعالان معلمان، گفتگوی ما با صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار را میشنوید. با درود و سلام خدمت شما و بینندگان شما و شنوندگان شما، من صدیقه مالک فرد همسر آقای سید هاشم خواستار، نماینده معلمان آزاده ایران که فعلا در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است، عرض سلام دارم خدمت تمام ایرانیان، چه در ایران چه در خارج، و این عید باستان و خدمت همه شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشیم، سالی که در آن زندانی ها به امید خدا آزاد بشن، گرانی، تورم، مشکلات مردم نباشه انشالله. من در خدمتم. بله، خیلی ممنون. بهتون خیر مقدم میگم، اولین بار هست که در رادیو پیام هست شرکت می کنید، این هم اولین برنامه سال جدید و قرن جدید هستش برای ما که با شما آغاز میکنیم و تبریک سال نو میگیم. خانم مالکی فرد، اگر امکان داره، اشاره کردید که آقای خواستار در زندان هستش، آیا فرصت کردید در این چند روزه ملاقات ایشون برید، یا اصلا ملاقاتی داشتید با ایشون، و اگر داشتید وضعیت روحی جسمی ایشون به چه شکل هستش؟ ما با ایشون ملاقات حضوری که از اولی که اینا رو بردن نداشتیم، چون به خاطر کرونا اجازه نمیدادن، و البته ما هم قبول داشتیم چون میخواستیم که ایشون سالم بمونه، ولی پنجشنبه گذشته که امروز دوشنبه است، ایشون آوردن اداره اطلاعات و در اداره اطلاعات ما ایشون رو ملاقات کردیم. بعد دو سال و نیم که ایشون رو دیدم خیلی تکیده شده بودن، اصلا انگار پوستی روی استخون کشیده بودن. قبلا که ما در زندان ملاقات کابینی داشتیم، ما هم از این طرف ماسک می‌زدیم، اونا هم از این طرف ماسک می‌زدن، از پشت شیشه هیکل و به اصطلاح قیافه ایشون رو نمی دیدیم و می دیدیم از نظر زبانی، از نظر روحی، از نظر بیان خیلی خوبن اینا، فکر می کردیم از نظر جسمی هم لاغل خوبن، ولی در اداره اطلاعات که ایشون رو دیدم اصلا ماتم برد. یعنی انسانی که 176 قدش بود، حداقل 80 کیلو وزنش بود، 80-85 کیلو، اصلا مثل یک جوجه مچاله شده بودن، فکر نمی کنم بیشتر از 50 کیلو وزنشون مونده بود، اونم فقط پوست استخون. خیلی ناراحت شدم در اونجا که ای کاش به اون صورت ایشون رو نمی دیدم. بله خانم مالک فرد، کسای دیگه هم هستن از معلمین دیگه‌ای که در زندان وکیل آباد هستن؟ قبل از اینکه وضعیت اونها برسیم و مراسم هایی رو که خانواده زندانیان سیاسی در جلوی زندان ها داشتن، ابتدا اجازه بدید برای کسایی که شاید زیاد آشنا نباشن با وضعیت پرونده آقای خواستار، بگید که اتهام ایشون چه هستش و به چه دلیل ایشون رو الان چند ساله در زندان نگه داشتن. یک کلام میتونم بگم، اتهام ایشون اجرای اصل 27 قانون اساسی. در اصل 27 قانون اساسی تجمع و اعتراض حق حرف شهروندیه. اینا هم به اصطلاح به عنوان این که اینا رفتن جلوی دادگاه خیابان شهید ساجدی و منتقد این بودن که چرا به یک جانباز، آقای کمال جعفری یزدی، برای یک انتقاد 13 سال زندان دادیم، هنوز به اونجا نرسیده، اینا رو بردن. ولی بعضی ها میگن نه، به خاطر اینا، به خاطر بیانیه 14 بوده که اینا از آقای خامنه‌ای خواستن که اگر میتونین کشور وضعش خیلی خرابه، بهترش کنین، درست کنین، اگرم نمیتونین به اصطلاح برین کنار تا مردم مثلا منتخب خودشون رو انتخاب کنن،
تا بلکه بعض مملکت بهتر از این باشه. حالا به چه عنوانشون به قول معروف نگه داشتن، ما خودمونم موندیم که هدفشون چی بود. الان زندانی های دیگه از جمله آقای سپهری، آقای لال و غیره در احتمالاً در همون مشهد در وکیل‌آباد باشن، آیا ارتباطی هم با اونا هست؟ بله، آقای دکتر جعفری هستن، آقای محمد حسین سپهری هستن، آقای جواد لال محمدی هستن، که آقای واحدیان شاهرودی هستن. اینا از اونایی بودن که با هم گرفتن. البته خیلی هاشون یه مدتی مثلا مرخص شدن یا مرخصی گرفتن و بیرون بودن، ولی فقط آقای هاشم خواستار و آقای محمد حسین سپهری از همون 20 مرداد 98 که اینا رو بردن، هنوز نه یک روز مرخصی داشتن، نه یک روز ملاقات حضوری، و مرتب تو همون زندان بودن و الان هم همون طور ادامه دارن. آیا دلیل خاصی داشتن براشون، یا اینکه به هر حال چون آقای سپهری هم از امضا کنندگان 14 نفر بودن که در واقع دستگیر شدن، ما همون روزی هم که این بیانیه اومد بیرون با ایشون مصاحبه ای داشتیم، آیا دلیل خاصی رو دارن که این دو نفر رو نگه داشتن و مرخصی نیومدند؟ والا باید از خودشون بپرسم، ولی من فکر میکنم که چون آقای خواستار و آقای سپهری دو نفرشون معلمن، به جرم معلم بودن اینا رو نگه داشتن. و از این طرف هم میبینیم که معلمان به خاطر تبعیض و به خاطر حقوق کم و به خاطر به اصطلاح پولی شدن آموزش پرورش و خیلی مشکلات دیگه که آموزش پرورش داره، تجمع و راهپیمایی و اعتراض دارن. گفتن این دو نفر رو در زندان نگه داریم تا شاید زودتر معلم و آرام بشن. ولی من از همینجا توصیه میکنم که معلمان رو به خواسته هاشون برسونن. وقتی معلم ها خواسته ای نداشته باشن، دیگه از هیچ کس هم تأثیر نمیپذیرن، نه خواستار و نه هیچ کس دیگه نمیتونه به اصطلاح، چون اونا آلت دست خواستار یا آقای سپهری نیستن. چنان که مثلا قبلا اینا اگه تجمعی میکردن 10 نفر 20 نفر جمع میشدن، از موقعی که آقای خواستار و آقای سپهری اومدن زندان این تجمعات میلیونیه و اینا نه خواستار به اصطلاح بیانیه داده، نه به اصطلاح گفته تجمع کنین، نه گفته اعتراض کنین. ایشون در زندان بوده و اون تجمعات هم روز به روز به اصطلاح زیادتر شده، به هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. ما شاهد بودیم که خانواده آقای عبدی هم جلوی زندان به همراه فرزندان و چند نفر فعالینشون مراسم سال نو رو برگزار کردن. به نظر شما چرا باید معلمین، حالا یه اشارهایی داشتید، مگر معلمین خواستهای چه چیزی رو دارن به جز آموزش رایگان یا به شرایط بهتر زندگی، وضعیت معاشی بهتر؟ چه چیزی رو میخوان که باید فعالینشون این چنین به زندان بیفتن و از برحال امکان همراه بودن با خانواده هاشون محروم باشن؟ اینا میگن که معلمات تعدادشون زیاده، ولی خب معلمات تعدادشون زیاده ولی زیادی نیستن. بعد نتیجه کار معلم در آینده مشخص میشه، آینده هر کشوری به آموزش پرورشش وابسته است. متاسفانه اینا نه تنها حقوق معلم کمه که تبعیض هم بین معلمان و سایر کارمندان داره. البته نه که کارمندای دیگه حقوقشون زیاده، با این تورم با این گرونی همه مشکل دارن، غیر از اون تعدادی که در رأس هرم هستن. از طرفی با توجه به کرونا و با توجه به اینکه امکانات آموزشی نیست، خیلی از دانش آموزان ترک تحصیل کردن. این واقعا در آینده فاجعه خواهد بود. و از طرفی هم امکانات آموزشی خیلی ها ندارن. خیلی جا هست که مثلا از فضای مجازی نمیتونن استفاده کنن. اینها همه باعث میشه که معلم ها رنج ببرن. معلم ها میگن
بالاخره برای این دانش آموزایی که ندارن تبلتی یا نمیدونم موبایل یه چیزی آماده کنین و آموزش رایگان باشه. الان آموزش شده فقط تو 4 تا مدرسه غیر انتفاعی که در مرکز هر شهرستانی هست که از هر نظر میرسن، ولی به خصوص شهرستان ها، به خصوص باز شهرستان های مرزی از نظر امکانات آموزشی صفرن. ببینی یه خونه ای که خیلی عذر میخوام به درد طویله نمیخوره به عنوان کلاس درس استفاده میکنن، میز و نیمکت و نمیدونم، البته اینا رو حتما تو فضای مجازی دیدیم که چه وضعیتی مدرسه های اونجا ها داره و معلم ها از این جنبه ها رنج میبرن. یک کارمند وقتی میره سر کارش دیگه به همون کارش وابسته، ولی معلم وقتی سر کلاس میره مشکلات خانوادگی دانش آموز باید حل کنه، نمیدونم مشکلات مادیشو باید حل کنه، مشکلات آموزشیشو باید حل کنه، وضعیت مدرسه رو درست کنه. یعنی واقعا معلمین بین دو سنگ آسیا دارن خورد میشن. اعتراض هم که میکنن که میگن نه نداریم بودجه، نداریم، اینجوری نیست، اینجوری. اگر ندارین برای همه نباشه، اگرم دارین برای همه باشه. یعنی معلم ها زیاده خواه نیستن، معلم ها میخوان که وضع آموزش بهتر از این باشه، چون میبینن، به چشم میبینن که این آینده برای ایران نخواهد، این وضع آموزش آینده برای ایران نخواهد داشت و حتما هم دانش آموزا، هم مردمش، هم آینده ایران به فنا خواهد رفت. در صحبتاتون اشاره بر حرکت‌های میلیونی معلمان داشتید که ما اخیراً شاهد این اعتصابات و اعتراضات سراسری در اکثر شهرهای ایران بودیم. اکثر فعالین یا در زندان هستن یا حکمای سنگینی رو دارند. به نظر شما برای این نتیجه هم نداده، یعنی این سرکوب، این فشارها نتونسته معلمی رو عقب بزنه، چرا سیستم هنوز تلاش داره از سرکوب استفاده بکنه تا به حال معلمین و خواستای به حق اونها رو عقب بزنه؟ والا اینا من فکر میکنم اینا میگن که اگر به خواسته های خودشون هم میدونن که معلم خواسته های به جایی دارن و از طرفی وضع معیشت معلم ها هم خوب میدونن، ولی من شنیدم که میگن که اگر به خواسته های معلم ها بپردازیم و برآورده کنیم، فردا نمیدونم اون اداره حرکت میکنه، فردا اون ارگان حرکت میکنه، فردا اون قسمت حرکت میکنه، همه دنبال حقشون راه میفتن. میگم پس همین اول جلوی معلمین بگیریم که بقیه دیگه حرکت نکنن، و من فکر نمیکنم کار درستی اینا میکنن. به هر صورت منطقی انجام بدن هر کار میخوان برای معلم ها بکنن، برای همه، بالاخره حقوق معلم ها، حقوق کارمند ها، اینا همه دست خودشونه. میبینن که کیا با فلاکت زندگی میکنن، کیا با مشکلات زندگی میکنن، کیا مشکل دارن، حرف کی حقه. خودشون مرتب میگن که حق با معلم های خواه، اگه حق با معلم های چرا انجام نمیدیم، چرا توجه نمیکنیم. واقعا بحث بر سر این است که از یک طرف ما میبینیم مثلا کشتی نفت رو مجانی میفرستن مثلا به لبنان، از یک طرف اشاره داشتید که جاهایی حتی طویله هم وضعیتش بهتر از مدارسی است در خیلی از مناطق ایران، از یک طرف وضعیت بد زیست معلمان رو میبینیم، از این ور میبینیم که حقوق بازنشستگان رو امسال هنوز خیلی هاشون رو واریز نکردن، بعد از اون طرف هم رئیس جمهور هر جا میره بس بر سر این که نهار خوردید یا شام خوردید. به نظر شما این تناقض در سیاست و رفتار رو چگونه میشه تعریف کرد یا توضیح داد؟ والا هیچ جوری نمیشه اینه توضیح داد، هیچ جوری، چون واقعا همه مشکل دارن. یعنی من اگه بگم کارمند اون اداره مشکل نداره دروغ گفتم. با این گرانی های سرسام‌آور آدم باور کنیم میره بازار خریدی میکنه، وقتی برمیگرده فکر میکنه پولاشو گم کرده، هی حساب میکنه میبینه نه درست حساب کرده، ولی تورم، گرانی، همه چی هست ولی خیلی گرونه. مشخصه که اینها دست همون آقازاده هایی هست که نرخ هر جور بخوان تصویب میکنه.
کنن. قول امروز اگه باشه 100 تومن، فردا بگم 500 تومن، مردم مجبورن بخرن. یعنی هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کنه آجو. هیچ کس. و این متاسفانه وضعیتی رو ایجاد کرده که اشاره به گرانی کردید، تخم مرغ، گوش، نمیدونم نون، اینا وضعیتی است که خیلی اصلا از امکان داشتن اون بر سر سفره ها معذورن و یا امکانش رو ندارن. به هر حال با چنین شرایطی برگردیم به وضعیت آقای خواستار تا یک نگاهی داشته باشیم در پایان این گفتگو. آیا صحبتی شده؟ آیا قراری هست؟ آیا آینده هست برای وضعیت آقای خواستار؟ چون شما چیزی ابلاغ کردن؟ والا با خود آقای خواستار که چند نوبت صحبت کردن، گفتن به خانواده بگیم بیان دادگاه، ما رفتیم و اون موقع به ما گفتن که ما هدفمون اینه که آقای خواستار آزاد کنیم، آقای خواستار با سن بالا باید سر خود زندگیش باشه، بزرگ شدن نوه‌هاشو ببینه. آقای خواستار در آستانه 70 سالگی هستن، با فشار خون بالا، بیماری گوارشی بالا مشکل دار و خیلی بیماری های زمینه ای که در این سن شامل حالشون میشه، و از اون طرف هم زندان اون امکاناتی که برای یک پیرمرد 70 ساله باید باشه نداره. نمیگم بعضش بده، مثلا ممکنه غذایی که درست میکنه شور باشه، برای اون جوان 20 ساله 25 ساله خوب باشه، ولی برای یک مرد 70 ساله خوب نباشه. و البته آقای خواستارم استفاده نمیکنه از اون غذا و فقط با میوه سر میکنه، و میوه هم که روز به روز آدم رو لاغرتر میکنه، هم از نظر فشارهای عصبی که بهشون میارن، هم از فشارهای روحی روانی، همین که بالاخره 2 سال نیم 3 ساله که از خانواده ایشون دوره بدون یک روز مرخصی، تلفناشون هم که مرتب کنترل میکنن. از کجا بگم من خدمت شما، یعنی هر چی بگم کم گفت. آیا ایشون وکیل هم دارن یا نه وکیل ندارن؟ بله، بعد از اون که به اصطلاح جلسه دادگاهشون قرار بود تشکیل بشه، وکیلشون آقای آقاسی و آقای مکی از آقای آقاسی از تهران و آقای مکی از مشهد بودن. ولی خب من به این نتیجه رسیدم که برای محاکمه نه حرف وکیل شرطه، نه حرف حتی قاضی شرطه، فقط حرف اداره اطلاعات. اداره اطلاعات هر چی که حکم کنه قاضی مجبور همون رو اجرا کنه، و اینو به عینه دیدم که حتی در دادگاه تجدید نظر وقتی ما رفتیم گفتیم که ما وثیقه آوردیم که اینا رو به اصطلاح به قید وثیقه تا مدتی که دادگاه تجدید نظرشون برگزار بشه، چون یک ماه بعد از اون زمان بود، شما آزاد کنین، اول گفتم وثیقه بیارین، ما وثیقه بردیم. ولی با توجه به این که قاضی و مستشارشون تو اتاق بودن، وکیل که رفت به رئیس دفترشون گفتن نه نیستن، الان نیستن و از این حرفا. ما همونجا نشستیم که ببینیم که به آقای وکیل رفتن، ما نشستیم که برن تا زمانی که اونا بیان و ما حرفمون بگیم و اینا. بعد یه بحثی شد و اینا، یکم همهمه که شد، دیدیم آقای رئیس دادگاه از اومد بیرون، گفت چه خبره اینا. گفتیم ما منتظر شما بودیم، شما اینجا بودیم. گفتن نیستین و از این حرفا. گفتن ما منتظریم که ببینیم که آیا به حساب با قید وثیقه آزاد کنیم یا منتظر بشیم که به اصطلاح دادگاه رو تشکیل بدیم. یعنی خود رئیس دادگاه نمیدونست که یعنی بینا مرخصی بده یا جلسه دادگاه رو برگزار کنه، تا اینکه بالاخره خبر برای رئیس دادگاه و مستشارشون اومد که نه بینا مرخصی ندین، جلسه دادگاه رو بگین برگزار میکنن، که به ما گفتن نه، الان گفتن که باید جلسه دادگاه رو برگزار کنین. یک ماه جلسه دادگاه رو جلو انداختن، دادگاه تجدید نظر رو، که باز اینا رو محکوم، یعنی محکومیتشون رو تایید کنن، بدون حضور اینا در دادگاه و بدون حضور وکیلشون همون حکمی که در دادگاه بدوی گفته بودن همون رو تایید کردن. به علاوه می که به اصطلاح تبعید اینا 3 سال در دادگاه بدوی گفته بودن، ولی اینا 3 سال 2 سال کردن، ولی 16 سال زندان برای آقای خواستار و برای بقیه همون حکمی که
دادگاه بدوی گفته بود همون تایید شد. مشخصه که این دستور اداره اطلاعاتی که هم دادگاه بدوی مجبور به اجراش بود، هم دادگاه تجدید نظر مجبور به اجراش بود. یعنی البته این برداشت منه، حالا دیگه الله اعلم. بله واقعا جای تاسف داره. امیدواریم که ایشون هرچه زودتر آزاد بشن، امیدواریم که تمام زندانیان سیاسی ما بدون قید و شرط و هرچه سریعتر آزاد بشن. خیلی ممنون از وقتی که ما دادین، سال نو رو بهتون تبریک میگیم، امیدوارم سال جدید، قرن جدید، سال به آزادی، خوشحالی و سلامتی باشه برای شما و برای همه کسایی که به هر حال همراه ما هستن و این برنامه رو میشنون. انشالله. منم تشکر میکنم از شما که این وقت در اختیار من قرار دادین، ولی همینجا برای آخرین دفعه از مسئولین قوه قضاییه میخوام که ایشون در سن 70 سالگی اگر به قول خود آقای مأمور اطلاعات بگفتن براشون اتفاقی بیفته سخت و اینا، میخوام که بیشتر از این ایشون رو در زندان نگه ندارم، لااقل بگذارم بیان یک از نظر درمانی خودشون رو درمان کنن، اینا که برای بردنشون مشکلی ندارن باز دوباره ببرن. و حتی اینو شنیدم که خیلی ها میگن که با توجه به این که اینا رو عقایدشون هستن، پایبند به عقایدشون هستن، احتمالاً اینا رو چون سه نفر رو تنها دارن، یکی میگه ممکنه اشعه بدن، یکی میگه مثلا نمیدونم دارویی توی غذاشون بریزن یواش یواش که اینا از بین برن. البته حرف و حدیث در این مورد زیاده، ولی از اینجا از تمام آزادی خواهان جهان میخوام که پیگیر این پرونده باشن که الان به خاطر هیچ پوچ اینا رو تو زندان نگه داشتن و تحت فشار دارن اینا. خیلی ممنون از شما. بله متشکرم. گفتگو ما خانم صدیقه مالکی فرد، همسر آقای هاشم خواستار رو شنیدید. با سپاس از شما و وقتی که ما دارید. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.